پرزیدنت بایدن روز سه‌شنبه از تصمیم خود برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در افغانستان پس از دو دهه دفاع کرد. همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و دیگر کشورهای عضو ناتو، گروه طالبان که بین سالهای 1996 تا 2001 قدرت را در افغانستان در دست داشت، بار دیگر بر آن کشور مسلط شده است. القاعده در آن بازه زمانی در افغانستان حضور داشت و حملات مرگبار تروریستی علیه آمریکا را انجام داد. فرهاد پولادی که این خبر رو پیگیری کرده از کاخ سفید همراه ما هست. فرهاد، از تو بشنویم درباره محورهای مهم سخنرانی پرزیدنت بایدن. بله پیام، پرزیدنت بایدن دیروز از کاخ سفید، ساختمانی که پشت سر من دیده میشه، سخنرانی خودش رو، یعنی اولین سخنرانی خودش رو پس از اتمام عملیات خروج نظامیان آمریکایی و اتباع آمریکایی و افغانستانی های آسیب پذیر اعلام بیان کرد و در اون به شدت از تصمیمش برای پایان دادن به جنگ یا حضور نظامی 20 ساله دفاع کرد و آشفتگی به وجود آمده در روزهای اخیر که همه رسانه‌ها اون رو منتقل کردن رو مقصر رو دو گروه اعلام کرد. یکی دولت پیشین آمریکا، پرزیدنت ترامپ، که گفتش که پرزیدنت ترامپ با توافقی که با طالبان کرده بودش، گروه طالبان 5000 زندانی خودشون رو به دست آوردن که بعضی از اونها در گروه رهبری طالبان هستن، و دیگری وجود فساد و سوء مدیریت در دولت پیشین افغانستان، یعنی دولت محمد اشرف غنی. پرزیدنت بایدن گفتش که من با دو گزینه روبرو بودم، یا اینکه فرزندان خود را، یعنی جوانان آمریکا را برای دهه سوم به افغانستان بفرستم برای یک جنگ دیگه، ادامه جنگ، و یا اینکه آنها را به خانه برگردانم. That was the choice, the real choice. این تنها گزینه بود. گزینه واقعی یعنی انتخاب بین درگیری و خروج. من حاضر نیستم که جنگ بی پایان را تمدید کنم. همچنین من حاضر نیستم خروج بی پایان را اجرا کنم. تصمیم به پایان دادن به عملیات خارج کردن افراد از فرودگاه کابل بر اساس توصیه به اتفاق آرای مشاوران نظامی و غیر نظامی اتخاذ شد. پرزیدنت بایدن در این سخنرانی گفتش که در عرض بازه زمانی دو هفته‌ای 120,000 فرد رو نیروی نظامی آمریکا از افغانستان خارج کرد و 100 یا 200 اتباع آمریکایی که در افغانستان ماندن دو تابعیتی هستن که فعلا تصمیم برای خروج نداشتن، اما هرگاه خواسته باشن خارج بشن این زمینه براشون مهیا هستش. همچنین پرزیدنت بایدن در این سخنرانی هشداری هم برای گروه طالبان داشت. طالبان به صورت علنی از طریق تلویزیون و رادیو در سراسر افغانستان تعهد داده که عبور ایمن برای هر کسی که مایل به خروج است، از جمله کسانی که در کنار آمریکایی‌ها کار می‌کردند، را تضمین می‌کند. ما آنها را نه فقط بر اساس حرفشان، بلکه بر پایه اقداماتشان ارزیابی می‌کنیم. ما از اعمال اهرم قدرت برای اطمینان از انجام این تعهدات برخورداریم. بگذارید واضح بگویم، مهلت خروج 31 اوت یک ضرب العجل دلبخواهی نبود، بلکه برای نجات جان آمریکایان تعیین شده بود. پرزیدنت بایدن در این سخنرانی همچنین به دو محور کلیدی که در سیاست خارجه پیگیری خواهد کرد به تشریح اون پرداخته. به نوعی پاسخ به منتقدینش هستش که آمریکا در افغانستان برای بست و گسترش دموکراسی رفته بود. ما باید از اشتباهات خود درس بگیریم. برای من دو مورد بسیار مهم است. اول، ما باید مأموریت‌هایی را با اهداف روشن و دستیافتنی تعیین کنیم، نه آنهایی که هرگز به آنها نمی‌رسیم. و دوم، ما باید به وضوح بر روی بنیان‌های منافع امنیت ملی ایالات متحده تمرکز کنیم. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، هم در پاسخ به سوالی که از او پرسیده شدش که چه اهرم فشاری آمریکا در دست داره بر طالبان اعمال کنه در صورتی که طالبان ممانعت کنه از خروج اتباع آمریکایی باقی مانده در اون کشور و یا حتی افغانستانی‌های آسیب‌پذیر، که گفتش دسترسی به بازارهای جهانی که نیاز مبرم گروه طالبان هستش در دست آمریکاست، و همچنین بر
پایه اقدامات و اعمال این گروه آمریکا تصمیم میگیره که تحریمی رو بر این کشور اعمال بکنه یا خیر. پیام ممنونم. گزارش فرهاد پولادی از کاخ سفید رو شنیدیم.